برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. درود میگم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حال همگی خوب باشه، همه چیز رو به راه باشه. با یک برنامه دیگه در خدمتتون هستم از برنامه‌های هفتگی میهن تیوی. قبل از هر چیز میخوام صفحات روشنگران موضوع ستیز رو دنبال کنید. ما در یوتیوب صفحمون هست روشنگران موضوع ستیز، همون روشنگران موضوع ستیز رو شما به فارسی هم که بنویسید، البته این گوشه تصویر ما قرار دادیم، صفحه ما میاد بالا، میتونید سابسکرایب کنید و برنامه رو به اشتراک بگذارید ببینید، خصوصا برنامه جدی ما که برای میهن تیوی فرستاده میشه. اینستاگرام ما هست موضوع ستیز 2 به انگلیسی بنویسید میاد بالا. تلگرام ما هست روشنگر 77، چت گروه هم داره، همون روشنگران موضوع ستیز هم شما در تلگرام سرچ بکنید میتونید به عضو کانال ما بشید میاد بالا. تماس با خود من هم از طریق تلگرام هست @bidarbash77. یه توییتر هم داریم به نام موضوع ستیز به انگلیسی که بنویسید، اونم میتونید دنبال کنید. باعث افتخار ماست، باعث خوشحالی ماست و همچنین ازتون خواهش میکنم برنامه‌های میهن تیوی رو دنبال کنید، صفحه میهن تیوی رو سابسکرایب کنید، لایک کنید برنامه ها رو، به اشتراک بذارید، به دوستان خودتون معرفی کنید. به این طریق میتونید کمک کوچیکی بکنید در دیده شدن برنامه ها و کمک به تلویزیون میهن و همچنین کانال روشنگران موضوع ستیز. من بر حسب اتفاق چند وقت پیش داشتم دنبال یک ویدیو میگشتم. اگر یادتون باشه دو تا برنامه قبلی که من ساختم در مورد اعتراضات آب در اصفهان و اینکه حکومت میخواد چجوری مردم رو به جون هم بندازه، همینجوری برام جالب بود کامنت های این کانال رو دست داشتم نگاه میکردم، مال این امید نادان رو، و رسیدم به یک سری کامنت ها توجه من خیلی جلب کرد به خودش. دیدم یه اکانتی هست به نام امید دانا با تصویر خودش و این کامنت گذاشته تعریف کرده. خب میدونید این مثلا یه سری به قول خودش طرفدار داره، البته من دو تا برنامه قبلا درست کردم، اینجا الان تصویرشون رو میذارم، در رابطه با اینکه چجوری اینا بازدید میخرن، چطوری لایک میخرن، چطوری برنامه هاشون میره بالا تعداد سابسکرایبراشون و اینکه چجوری سایبری ها به اینا کمک میکنند، کانال هایی که در حقیقت حامی نظام هستند و در حقیقت طرفداری میکنند و پاچه‌خواری نظام میکنند، خصوصا در خارج از ایران. چون در خارج از ایران وقتی حرفی در خارج از ایران گفته بشه و به طرفداری از جمهوری اسلامی باشه، برای مردم خیلی قابل باورتره و برای مردم جذابتره. یه سری از بچه های کمسن سال صد البته گول میخورن، دنبال رو اینا هستن، دید مناسبی از اوضاع ندارن. من این برنامه رو ساختم، این بالا دو تا برنامه است که خیلی مهم است، اگر ندید اینا رو ببینید. برنامه‌ای بود که روش تقریبا یکیشون 6 ماه کار شده، شماره تلفن حتی خیلی اینا رو در آوردیم. بعد خیلی برام جالب بود، خب خیلی این بچه‌ها گول می‌خورن، خب میان تصویر مثلا اینو میذارن، اکانت درست می‌کنن. من روی این کلیک کردم دیدم این کانال دوم خودش. خیلی برام جالب بود، از خودش تعریف می‌کرد، تمجید می‌کرد که آی من برنامه رو زنده دیدم، عالی بود، و گفتم خب این چرا همچین کاری کرده. رفتم که سرچ کردم دیدم کانال خودش، دیدم این کانال 6 سال پیش باز شده و اینکه الان این کانال رو برداشته کانال جایگزین رودست کرده و در اونجا برنامه میذاره و کانال زاپاسش هست، خب هیچ آدم عاقلی نمیاد با همچین اکانتی بیاد برای خودش کامنت بذاره. خب میدونید جریان چیه، شما وقتی یه کانالی رو باز میکنید میتونید اسمش هر فکر میکنم 3 ماه 90 روز اول تا 3 بار میتونید اسمو عوض کنید، بعد از اون هر 3 ماه یک بار میتونید اسم کانال و مشخصات و تصویرش رو عوض کنید. این در ابتدا ببینید اینا چقدر بیشعور هستن، چقدر نادان هستن و چقدر در حقیقت، البته الان خیلی زرنگتر شده، چقدر مبتدیانه اینا عمل میکنند که فرض کنید خب مثلا یه اکانتی داشته به نام مثلا حسن حسینی،
نخلا هرچی، این میومد از خودش تعریف میکرده در اون زمان و 325 تا نظر هم داره رو کانال خودش. یعنی شما بکنم به تعداد برنامه، حتی تعداد برنامه هم بیشتر بود. حالا من یه سری از برنامه‌هاش رفتم سرچ کردم که میخوام بهتونشون بدم ببینید چه کامنتایی برای خودش میذاشته. حالا شاید خیلی از برنامه‌هایی که برای خودش کامنت میذاشته از دست من در رفته دیگه، من نتونستم پیدا کنم. شاید سوژه‌های خیلی بهتری بوده، خب وقت نمیشد و اینکه بخوام تیکه دونه به دونه بشینم برنامه رو نگاه کنم. و این کامنت ها مربوط به 3 سال پیش بوده و چطوری به خودش لقب سردار رسانه میداده، لقب خیلی مردی میداده. معمولا خب کسانی که چیزی رو ندارن خیلی اصرار دارن بهش که خیلی مردی. حالا من نمیدونم، ما بارها ثابت کردیم که ایشون چه تعلقاتی داره از لحاظ جنسی و چه مشکلاتی داره. حتی اینم میگم ما اصلا مخالف نمیدونم گی بودن یا این مسائل نیستیم. مشکل اینه که این افراد توسط جمهوری اسلامی معرفی میشن و فرستاده میشن یا به هر حال انتخاب میشن و خود جمهوری اسلامی با این مسئله توی ایران برخورد میکنه و در حقیقت سرکوب میکنه این افرادو، ولی خودش میاد از یه همچین آدمایی حمایت میکنه در خارج از ایران و اینا رو میشن مبلغ جمهوری اسلامی. و بدتر از اون، اینا میان اون تعلقات جنسی که دارند و مخفی میکنن، یعنی در حقیقت پنهان میکنن، انگار یه عیب میدونن خودشون. و اینو بگم، من ما مشکلی با این قضیه ها نداریم، ولی که مثلا بخوایم حمله کنیم یا اینو در حقیقت یک چیز منفی ببینیم، یک کمیت ببینیم و بخوایم مثلا اینو به عنوان یه ضعف نشون مردم بدیم، نه، همچین مسئله ای نیستش. ما فقط میخوایم بگیم همچین آدمایی که همچین تفکراتی دارن و پنهان میکنن خودشون با نظام در حقیقت جمهوری اسلامی دستشون توی یک است، با نظامی که همچین افرادی رو سرکوب میکنه. و خیلی جالب بود برام، گفتم اینو بهتره بهتون نشون بدم که ابله بودن، بی سواد بودن و از خود متشکر بودن این جور آدما رو بهتون نشون بدم و چجوری اینا خودشون رو در حقیقت معرفی میکنن، برای خودشون کامنت میذارن. من از کسی شنیدم که این و همسرش ده ها اکانت داره، یعنی کسانی که نزدیک اینا بودن در سوئد، فردی بود به نام شیرزاد سفری که میگفت اینا ده ها اکانت دارن به عنوان مثلا کمونیست، به عنوان مجاهدین، مثلا طرفدار اونا، میان برای خودشون کامنت میذارن و اینجوری برای خودشون بازارگرمی میکنن. و چقدر احمقه که حتی زحمت اینو نداده به خودش که وقتی میخواد کانال دوم جایگزین برای خودش درست کنه و اومده اونجا ویدیو داده، کانال خودش بهتون نشون میده، حتی زحمت این رو به خودش نداده بره یه اکانت جدید باز کنه، یه اکانت یوتیوب جدید باز کنه، یه گوگل باز کنه، با اون بیاد مثلا با کانال جایگزین درست کنه. رفته همون اکانتی که داشته، انقدر اینا بی سوادن، انقدر اینا نادانن، باور کنین الان اینا یکم پیشرفت کردن. تو اون موقع اینا حتی بلد نبودن یه ایمیل بزنن، بلد نبودن یه ایمیل باز کنن، بلد نبودن یه کانال یوتیوب باز کنن. تو اون موقع انقدر این دستش خالی بود و بلد نبود از این کارا بکنه، همون کانالی، همون اکانتیو که و همون کانالیه که میومده برای خودش کامنت میذاشته و از خودش تعریف و تمجید میکرده رو فکر کرده دیگه مثلا گذشته دیگه، حالا این مال 3 سال پیش بوده، 4 سال پیش بوده، کسی نمیفهمه دیگه. همون اومده 2 سال پیش بود فکر کنم یا 1 سال پیش بوده، اومده کانال جایگزین رو دستش کرده و اونجا یه سری برنامه‌هاشو میذاره، این کانال زاپاسشه. ببین اینا چقدر احمق، نادان و بی سواد هستن. من برای نمونه میام یک سری از اینا رو به شما نشون میدم، یک سری از این کامنتایی که این آدم برای خودش گذاشته. این خیلی جالبه، باید نشون داد و باید ذات اینا رو ببینید که چه جور آدمایی هستن و چه جوری به خودشون میگن سردار رسانه و از خودشون تعریف تنجید. من واقعا خنده دار بود برام. یکی یکی باز اگر لطف کنید میریم اینا رو نگاه میکنیم، خیلی جالبه. خب من تصویر خودم رو میبندم، الان ما میریم سراغ این برنامه‌ای که این قبلا داشته، اکثرا هم مال 3 سال پیش بوده. میریم نگاه کنیم ببینیم در حقیقت چه کامنتایی برای خودش میذاشته. واقعا جالبه، خنده داره، خالی از لطف نیست و دروغگویی اینا و شیادی اینا رو نگاه کنیم. این اولین برنامه است که در رابطه، من همونجا به همین مسئله پی بردم، تظاهرات. حتی میدونستم این کارو میکنه، یعنی این کامنتشو که با این کانالشه رو اینجا من دقیقا دیگه رفتم روش پیدا کردم.
این اولین چیزی بود که همین برنامه تظاهرات مردم قائمی علیه کازرون و سرگیجه اپوزیسیون که من اینو دو سه هفته پیش گفتم اینا میخوان جنگ قومیتی را بندازن، جنگ استانه را بندازن. میریم اینا من باز میکنم فقط بخاطر این سرپجویی در وقت بشه دیگه. من میام سر اصل مطلب و اونجا دوباره بهتون نشون میدم. خب نگاه کنید، این الان برنامه خودش، این کانال رودست هست که 80,000 مشترک، میدونید بیشتر از نصفش اینا فیک هستش، تظاهرات مردم قائمیه. من یه تیکه این اولش هم میذارم که بدونید برنامه خودش مجزا، البته ارزش این را ندارد. تجزیه تا 400 پیش هیچ کی اون اپوزیسیون نمیدونست تجزیه چیه، حالا دارن به ما. دیدید دوستان، این از این، حالا میریم پایین، این کامنت هاست دیگه، درسته؟ اینجا رو نگاه کنید، 11 تا لایک هم زده، به خودمون 11 تا لایک هم خودش اکانت جعلی خودش بوده باز. ایول امید عزیز میهن پرست زمان، ایول امید عزیز میهن پرست زمان. خب حالا میریم رو این. درود بر شما دوست. خب نگاه کنید دوستان، 12,100 مشترک، امید داناس اسمش. اینجا نوشته کانال جایگزین رودست، از فردا برنامه در این کانال آپلود خواهد شد. یوتیوب جایگزین ما رو فالو کنید. دوستان عزیز ما رو، ما روزانه مورد حالات گسترده سایبری، خودشون از این کارا میکنن، فکر کنم بقیه هم این کارند، سایبری برای خاموش دادن صدای اون قرار میگیریم. بنابراین دو سال پیشم اومده در حقیقت اینو، در حقیقت کانال رودست کرده، دو سال پیش اومده این برنامه رو گذاشته. کانال 6 ساله باز شده، از دو سال پیش کردتش کانال جایگزین میگیریم. بنابراین تصمیم گرفتیم تخم مرغ‌های ما رو در یک جا قرار ندهیم، به همین منظور یوتیوب دیگری رو آماده کردیم، یعنی همون اکانت یوتیوبی که واسه خودش کامنت میذاشته، تا در صورت اتفاقی برای کانال اصلی رودست در آنجا فعالیت داشته باشیم. خواهش میکنم یوتیوب زیرا سابسکرایب، تا اگر خدایی نکرده. دوست شما دوستان، من برمیگردم چون اونجا دیگه چیز نیست، ولی اینجا میذارم که مثلا اتفاقی افتاد حالا مثلا ما رو دنبال کنید. من اینو میذارم گوش کنید که اینم کاملا مشخص شه صدای خودشه. دوست بر شما دوستان عزیز، عزیزان، ما مورد حملات گسترده سایبری، تهدیدات جانی، فیزیکی، انواع اقسام تهدیدات حقوقی هستیم به خاطر برنامه‌هایی که داریم و به خیلی فشار اومده. ما تا به امروز یک کانال دوم رودست داشتیم و یک کانال اصلی رودست، اما در کانال دوم برنامه‌های فرعیمونو می‌ذاشتیم و در کانال اصلی برنامه‌های اصلیمونو، ولی جایگزینی برای کانال اصلی نداشتیم که همکنون این یوتیوبی که فقط نامش امید داناس رو راه انداختیم، هنوز اجازه نداریم که بخوایم لینکش هم خودمون سفارش کنیم، تا چند روز آینده اونم اجازه خواهیم گرفت و از فردا برنامه‌ها در کانال جایگزین اصلی رودست قرار میگیره، یعنی در اینجا. بنابراین این کانال رو فالو کنید، همش آماده باشید که شبکه‌های جدیدی که بهتون ارائه خواهیم داد رو فالو بکنید، برای که من شدیداً تحت فشارم و توجه کنید، این همیشه تحت فشار بوده، همیشه زیر فشار طفلک تو زندان جمهوری اسلامی تا اینجا. عملات گسترده‌ای داره به ما میشه و تا جایی که نفسمون داره میاد و این تهدیداتی که به جان ما داره انجام میشه عملی نشه و تهدیدی به جانت، تو از اون موقعی که به انداز بودی تا الان که حامی جمهوری اسلامی، تو جون تهدید شده، هیچ اتفاقی هم برات نیفتاده. دیگر رو بخوان عملی کنن، تا جایی که نفسم میاد من تلاش میکنم که در میدان باشم. بنابراین الان یوتیوب جایگزین ما رو خواهشاً فالو کنید که فردا برنامه‌های اصلی حداقل به مدت یک ماه در اینجا آپلود خواهد شد. تکرار میکنم، برنامه‌ها از فردا در اینجا، کانال جایگزین رودست، یعنی فقط نامش امید داناست، آپلود خواهد شد. زنده باشید. خب دیدید دوستان، این کانال جایگزین رودست، یعنی با همون در حقیقت کانالی که قبلا داشته و عرضم به حضورتون میرفته پیغام واسه خودش از خود متشکر تشویق و میهن پرستی و اینجور چیزا میذاشته، احمق اومده اونو کرده کانال جایگزین رو دست و با همون داره برنامه میذاره، غافل از این که قبلا 325 تا نظرم داره، با موبایل مشخصه، با چیز مشخص نمیشه،
و به خودش هم قلب میداده. جالبیش اینه. خب این یکی دیگه از برنامه‌هاشه که نوشته درگیری‌های کازرون، تقسیمات کشوری و خوشحالی ویران طلبان اپوزیسیون، یعنی منظورش. نگاه کنید این بعد حواسمون جمع باشه. الان همین دعوای خب حالا میریم پایین. اینجا رو نگاه کنید. ببینید اینا چقدر دلقکن، اینا چقدر خنده دارن واقعا. کامنت های مردم. خب الان خودش دوباره اومده، 3 سال پیش کامنت گذاشته. خیلی خوشحالم کسانی مانند شما هست مسائل رو برای ما ساده کند و صادقانه توضیح دهد. خب من روی این کلیک میکنم که دیگه فردا حرف در نیاد. نگاه کنید همون کانال جایگزین رو دست با 12,000 خورده مشترک. خب این یکی دیگه از برنامه هاشه، شورش 57 از نگاه اقتدارگرایی. خب این رو دست 80,000 خورده ای ساب. حالا میریم پایین، میریم پایین ببینیم واسه خودش چه کامنتی گذاشته. یعنی دلقکم امید برنامه رو زنده دیدم، تو یه دونه ای. خودشم به خودش قلب داده، قلب از امید ناله. یعنی شما تصور کنید یارو خودش اومده برنامه رو اجرا کرده، بعد رفته برای خودش کامنت گذاشته امید برنامه رو زنده دیدم تو یه دونه ای. اینم کانال خودشه، همینی که درست کرد. اینها درود بر شما دوستان عزیز، قسمت شما. این یکی دیگه از برنامه‌هاشه، پاسخ امید دانا به حملات صهیونیست‌های ایرانی. حالا بریم پایین ببینیم آقا چه کامنتی واسه خودش گذاشته. زنده باشی امید عزیز. توجه کنید لایک‌ها یا 10 تاست یا 11 تاست، یعنی مشخصه اکانت‌های. چرا شما توجه کنید چرا اونجا کامنت‌های دیگه انقدر لایک ندارن؟ یا 10 تا یا 11 تا لایک داره همیشه، یعنی همون اکانت های فیک که درست میکرده خودش باز اینجا، یعنی اینجا میاد زیر برنامهش کامنت میذاره، بعد باسه کامنتی هم که گذاشته دوباره خودش میاد کامنت خودش هم لایک میکنه با فیک هایی که خودش زنش درست کردن. و اینا واقعا عتیقن، یعنی خدا نینا. نگاه کنید اینجا رو، دوباره این کانال خودش. یعنی شما تصور کنید اینا خدا یارو اکانت فیک درست کرده بوده زیر برنامهش کامنت میذاشته، بعد دوباره 10 تا اکانت فیک دیگه خودش زنش داشتن میومدن زیر همون برنامه که خودش کامنت گذاشته کامنت خودشونو لایک میکردن. یعنی از تعداد لایک ها میشه فهمید همیشه یا 10 تا بوده یا 11 تا بوده. اینا کار خودشونه. نگاه کنید دوباره برنامه عالیه، روش کلیک میکنیم کانال خودشه، کانالی که بعدن اومده اینو کرده کانال دوم جایگزین رو دست. خب این یکی دیگه از برنامه‌اش، داریوش همایون اولویت من نمیدونم فلان. اصلا یه تیکه نیا کنید خودش رو میبینیم که اینم کانال خود آقا. نگاه کنید درود به شرفت، دقیقا همون چیزی که نداری. یعنی معمولا آدم اون چیزی که ندارند و خصوصیات رای خوب هستش زیاد روش پافشاری میکنن. این آقا هم چیزی که نداره همیشه روش پافشاری میکنه. عجب مردی هستی، سردار رسانه، درود به شرفت. اینم دوباره کانال خودش. این یه کامنت دیگه‌شه، دوباره 11 تا لایک. آفرین امید، بفرمایید. خودش به خودش آفرین میده، صد آفرین میده. این یکی درود بر تو امید جان. اینم دوباره کانال خودش. درود بر شما دوستان عزیز. حالا هست. من امید هستم، طرفدار سیستم پادشاهیم، یک اسلام ستیز. اینو یکی باسش ساخت که اتفاقا از همون سایبریای رژیمه، که یه کانالیه که دوتا تعریف مثلا میاد از خارج از ایران میکنه، بعد از اونور میاد اپوزیسیون رو میزنه و در حقیقت سیانمایی از اپوزیسیون میکنه، از سپاه دفاع میکنه، که قبلا باسش این کلیپ رو درست کرده بود. یه کلیپ 60 ثانیه‌ایه که تو من خیلی هم حرفه‌ایه. خب این یکی دیگه برنامه‌شه، جنگ روانی مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا. حالا نگاه کنید ببینید واسه خودش چی گذاشته. میایم پایین. اینجاست. وای منتظر این برنامه بودم. خودش واسه خودش میگه
برنامه ساخته خودش هم منتظر بوده آپلود بشه بیاد کامنت بذاره. به خدا شما جوکید. اینم روش کلیک میکنم که بعدن حرف در نیارن. این ایش صفحه خودشه دوباره. این یکی از برنامه‌هاشه با احمد علی منصور انصاریه. این شخصیت رو از یک زاویه ببین پایین چی نوشته اینجا. زنده باشی امید جان. ممنون از آقای انصاری. اینم کانال خودش. اینجا دوباره زیر یکی از دیگه برنامه‌هاشه. خیلی خوشحالم. باید قدرت هسته‌ای داشته باشیم. شما نگاه کنید الان. اینم دوباره رفت رو کانال خودش. همون کانالی که جایگزین کرده. خب امروز اینم کامنتیه که زیر این برنامه گذاشته در حقیقت. خب این اومده یه برنامه داشتش با این آقای نجاح. میگه مصاحبه عالی بود. سپاس امید جان. خودش برای خودش نوشته. و آقای نجاح هم از خر اسلام اندکی پیاده شوند تا دوست داشتنی تر شوند. خب حالا میخواییم بدونید اسم اکانت قبلیش چی بوده دوستان؟ اینجا پاسخ داده یکی بهش. شما وقتی یه اکانتی داشته باشی اسم اکانتت مثلا حسن حسینی بلفرض مثال باشه، اگر 4 سال قبل اسم اکانت حسن حسینی باشه و یکی بیاد برای شما ریپلی کنه جواب شما رو بده، اون حسن حسینی رو ریپلی میمونه، اون دیگه عوض نمیشه. اکانتی که الان اسمش عوض کردید، آره اون الان امیددانا هست مثلا، ولی اگر 4 سال پیش با اسم حسن حسینی شما جواب کسی جواب شما رو داده باشه، اون دیگه عوض نمیشه. اسم اکانتش رو نگاه کنید. یارو اومده با سش ریپلی کرده، بذار هر جوری که هست راحت باشه، تو هم هر جوری که دلت میخواد باش. ایران دانش. اسم اکانتش ایران دانش بوده. یعنی شما حماقت این افراد رو نگاه کنید تا چه حد. اینم الان من بزنم که ببینید کانال خودشه. اینا درود بر شما دوستان، همون کانالی که اومده جایگزین یوتیوب کرده زیر این برنامه. من دکمه ضبط زدم شروع می‌کنم. این کامنت زیر این برنامه با همین گفتگو چالشی با نجم محمد که خیلی باید بریم پایین بذارید. اینجا هم نشون بدم که حالا واسه دوستان یا بخش شایبه پیش نیاد فردا بگن آقا اینا الان تو خودت درست کردی. نیا کنید دوستان من میرم پایین. این اکانت همونجا بود. چون خیلی رفتم پایین نمیخوام وقت برنامه زیاد طولانی بشه که اذیت بشن دوستان. ببینید جز و اولین کسانی هم بوده که همیشه برای خودش کامنت میذاشته. یعنی اگه شما توجه کنید برنامه که تموم میشده تنها کاری که میکردن کامنت میذاشتن، خودش و زنش میمدن خودشون رو لایک میکردن و اون چیزایی که توی دلشون بوده رو در حقیقت میگفتن. اینا مصاحبه عالی بود. سپاس امید جان. امیدوارم آقای نجاح هم از خر اسلام پرستی پیاده شوند. دیدید دوستان اینم از این. اسم اکانت ایران دانش بود. برنامه هست میتونید تا تموم شد اینا هستش برید نگاه کنید ببینید من راست میگم یا دروغ میگم. یعنی اکانتی که قبلا داشته اسمش ایران دانش بود. خب یکی دیگه از برنامه‌هاش اردشیر ریپورتر کاشف رضا این دو صف باید از هم. خب چی کامنت گذاشته واسه خودش؟ نه اینکه خیلی باسواده. امید تاریخ را خیلی شیرین توضیح میدهی، دستت درد نکنه. نه اینکه خیلی تو سواد داری، آدم باسوادی هستی، تاریخ هم قشنگ توضیح میدی. اینم کانال خودش بود. دیدید البته. خب این یکی دیگه برنامه هاش مصاحبه مهدی فلاحتی نگاه کنید. میبینیم که خب قبلا هم این تیزر رو میذاشت توی برنامهش، الان دیگه نمیذاره، الان مال آقای خامنه ای رو میذارم دیگه. به پشتکارت آفرین میگم امید ایران پرست. یعنی دقیقا چیزایی که نیستن، تنها چیزی که توی این نیست، خامنه ای پرست شد ایران پرست. اینم کانال خودش. دیدید دوستان هیچ شعبده بازی نیست. این یه برنامه داشت با یه آرش گرگین، بعد به تیپ و تاپ هم زدن. اون نظریهش این بود که سپاه نمیدونم گارد جاویدانه، خامنه ای خیانتکاره. این میگفت نه خامنه ای هم خوبه. بر علیهش برنامه ساخته، بعد اومده زیرش میگه چه کامنتی گذاشته. ببین اینا چقدر آدمای متوهمی اند. درود امید عزیز، ترکوندیش. من روی سخنم با اون احمقایی هست که هنوز اینو دنبال میکنن و فکر کنن آدم درستیه. روی سخنم با اون بچه‌هایی هستش که گول اینو خوردن. یعنی
واقعا آدم تعجب میکنه این سطح از حماقت و این سطح از شیادی رو. بعد یه سری هنوز دنبال اینن. ای کسانی که هنوز دارید اینو دنبال میکنید، ببینید با چه آدم شیادی طرف هستید. این یکی از برنامه‌هاش با هوشنگ امیراحمدی مصاحبه داشت، اون موقع باش دوست بود، الان شده دشمنش. نوشته خیلی حرفه‌ای مصاحبه میگیری امید جان. اینم بریم رو کانالش نگاه کنیم. درود بر شما دوستان عزیز. خب درود میفرستم به همین. اینم همون برنامه است. دوباره درود بر امید دانای میهن پرست زیر برنامه خودش. اینم کانال اصلیش، همون کانال جایگزین. اینم اون برنامه است که من برمیگردم میارد دوش. این یه برنامه دیگرشه، جلوگیری از کارلوس پویول ستاره بارسلونا. اینم که تیزرشه. این خودش واسه خودش نوشابه باز کرده. آفرین به این ریزبینی، واقعا موش بخوره تو رو که انقدر احمق و بیشعور هستی با اکانتی که قبلا به نام ایران دانش برای خودت کامنت میذاشتی از خودت تشویق میکردی، با همون اکانت الان اومدی کانال دوم رو دست باز کردی. واقعا چقدر شما خر و احمق هستید. این آفرین امید جان، خیلی عالی مباحث را مطرح میکنید. اینم این برنامهشه، کانال خودش. آره امید بس خودش می‌نویسه خیلی عالی مباحث را مطرح میکنی. موش بخوره شما ها رو واقعا. چقدر شما متقلب و فیکید. دقیقا جمهوری اسلامی. بفرمایید. این یکی دیگه. امید تحلیلات عالیه. نگاه کن، اینم کانال خودش، اینم همون برنامه‌ای که الان برمیگردم زیرش کامنت گذاشته. روزهای سختی رو خواهیم داشت. یعنی قبل از اینکه سایبریا به یاری این بیان، خودش یه پا سایبری بوده. یعنی خودش دنیای سایبری واسه خودش درست کرده بوده این. خب این یه برنامه است مستند وزارت اطلاعات از آریاس به باوند و پخش قسمتی از برنامه رود است در شبکه خبر صدا سیما. یعنی اونجایی بودش که یواش یواش صدا سیما داشت به کمک این میومد. نگاه کنید. درود امید جان، خودشه. موفقیت‌های بزرگی هست، تاثیرگذاری شماست که این مستند به این شکل ساخته شده است. یعنی خودش واسه خودش نوشته امید تو تاثیرگذاری که از رود میاد مستند می‌سازم. واقعا جوکی. اینا اینم کانال جایگزینش. درود بر شما. کانال خودش. یعنی واقعا اینا اسباب خندن. یعنی فقط باید به اینا خندید و مسخره کرد و اینا را هدف قرار داد برای زدن جمهوری اسلامی. هدف ما امید دانه نیست، هدف ما زدن جمهوری اسلامیه. امید دانه وسیله‌ایه برای زدن جمهوری اسلامی. 100% اگه من یا امثال آدمایی مثل من بخوان انتخاب کنن نابودی یکی، آخه یه سری هستن مسئله شخصی دارن با این طرف، مسئله شخصی داره با این، بگن اگه امید دانه نابود بشه یا جمهوری اسلامی، میاد میگه امید دانه، یا حالا هر کی با هر کسی که مسئله شخصی داره. مسئله ما جمهوری اسلامیه. امید دانا ابزاری هست برای زدن جمهوری اسلامی. چه کسی از امید دانا بهتر؟ من اینا رو دونه به دونه نشون میدم که بعدن زیرش نزنن و حماقت اینا باید دیده بشه. حماقت اینا رو مردم باید ببینن. اینا میان حمله میکنن مثلا به اپوزیسیون رو محکوم میکنن به بیسوادی و نادانی. از شما نادانتر نیست، از تو جمهوری اسلامی نادانتر نیست. این برنامه‌ای که مثلا بر علیه رولا زم ساخته بوده، بیاین پایین ببینید چی نوشته خودش. نگاه کنید. امید این بابا رو نابود کردی، دمت گرم، از دستت بد جوری کلافن. اطلاعات دقیق دارم، برات خصوصی میفرستم. خودش واسه خودش کامنت گذاشته امید این بابا رو نابود کردی، دمت گرم، از دستت بد جوری کلافن. اطلاعات دقیق داره، خودش میخواد واسه خودش بفرسته. اینم کانالش، همین کانالی که جایگزین درست کرده با همون اسمی که قبلا داشته ایران دانش. شما اوج حماقت طرف رو ببینید، بعد از چند سال اومده اینو کرده کانال جایگزین، حتی نرفته کامنت های خودش رو پاک کنه. این انقدر بیشعوره. این اطلاعاتی که میگه میفرستم مثل همون اطلاعاتی که از بچه های بالا میگیره و سعید محمد رو میخواست رئیس جمهور کنه، اینم مثل همون هست. این یه برنامه دیگه، سخنرانی تاریخی خامنه ای. نگاه کنید. امشب من سپاسگزارم. بیاین پایین. برنامه رو زنده دیدم، خیلی عالی بود، دمت گرم پسر. پسر تو خودت دستی برنامه رو اجرا میکردی، حالا اینجا رو نگاه کنید.
دوبارم اس عوض کرده. چجوری میشه زنده دید بی کی؟ یعنی یه بار ایران دانش بوده، یه بارم حالا بی کی بوده اسمش، دوبارم اس عوض کرده بوده. اینم کانال خودش. درود بر شما. بفرمایید. اینجا حقایق سن پترزبورگ. آقا بلند شده بوده رفته بوده اونجا که بازی فوتبال نگاه کنه تیم ملی، و اونجا هم واسه خودش کامنت گذاشته. نگاه کنید. امید، تو تنها فعال سیاسی راستگویی هستی که در زندگیم دیدم. دمت گرم پسر. آره دمت واقعا گرم با این کارهایی که میکنی، ما رو میخندنی. در اینم کانال خودش بید. اومدم روش. دیدید دوستان؟ اینجا هم با یه آخوندی مناظره کرده به نام دلداری. یعنی مناظره نبود، لایو بود. یعنی ترکوندیش امید. اینم باز کانال خودش. اینم دیگه یک دیگه کامنتاش. دمت گرم امید که اینجوری برای کشورمون انرژی میذاری. اینم کانالش. زیر این برنامه. جناب دورانی. زیر این برنامه بوده. این یکی دیگه برنامه‌اشه. رضا پارتی، رضا طلبان، این خودش. این کانال خودشه. ببینید چی نوشت. برنامه رو زنده دیدم، دارم باز میبینم. امید تو فوق‌العاده هستی. پدر سوخته، برنامه رو زنده اجرا کردی. ندیدی. این هم دوباره کانال خودش. ای خدا. این برنامه است در مورد شاه اسماعیل صفوی ساخته بوده. خودش اومده واسه خودش کامنت گذاشته. زنده باشی امید جان. از صبح منتظر بودم تا برنامه رو آپلود کنی. خب خودت که آپلود کردی. جوک قرن. نگاه کن اینم کانال خودشه. یعنی واقعا جوکن اینا. این برنامه است. بیشتر میتونیم بفهمیم. از صبح منتظر بوده برنامه رو آپلود کنی. خب خودت آپلود کردی. این برنامه رو در رابطه با مسیح علی نجات ساخته. سوتی مسیح علی نجات در مورد رائفی پور. خب حالا رائفی پور رو گفته رافعی پور مثلا، این اومده گفته سوتیه. خودش دو تا کلمه بلد نیست حرف بزنه. حالا اینجا نگاه کن. امید جان خودش پس خودش. خوشحالم قرار اتفاقهای خوبی برات بیفته. زنده باشی سردار رسانه. خودش میگه سردار رسانه. خودش هم به خودش میگه قرار اتفاقهای خوبی واسه خودت بیفته. یعنی واقعا جوکی، واقعا جوکی. اینم کانالت. روش کلیک میکنی میری رو کانال خودت. قبلا یه اسم دیگه داشته. یعنی شماها واقعا نوبرید. واقعا نوبرید. قرار چه اتفاق خوبی واسه خودت، واسه خودت اتفاق خوب پیش بینی میکنی؟ مثل همه پیش بینی های دیگه قرار بود سعید محمد رئیس جمهور کنی؟ این یه برنامه‌اش درباره بی بی سی ساخته. زنده باد امید سردار بزرگ رسانه. اینم کانالش. سردار بزرگ رسانه امید دانا. خودش برای خودش. زیر این برنامه. و این منم من. این یکی دیگه برنامه‌اش درباره تبلیغ گلوبالیسم و سردار نقدیه. اومده زیرش پس خودش کامنت گذاشته. ببین چی نوشته. دیشب برنامه رو دیدم. خیلی خیلی دقیق توضیح دادید. دارم پخشش میکنم. خب پخشش کردی رو کانال خودت. بیشور. واقعا چقدر دلغکی تو. این هم صفحه خودش. وقتی روش کلیک میکنی. واقعا دلغکن اینا. یکی دیگه کامنتاش. عشقی امید. واسه خودش زیر برنامهش گذاشته. این دوباره یکی دیگه برنامهاش بیانیه موجودت شورای هماهنگی. بعد بنویس زیرش پس خودش چی نوشته. این بکراندش رو عوض کرده بوده. نوشته بکراند تازه مبارک امید جان سردار رسانه. خب پدر سوخته خودت به خودت تبریک میگی؟ خودت به خودت نیست در سردار رسانه؟ اینم کانال این. درود بر شما دوستان عزیز. دلغک. این یه برنامه است از داریوش شایگان و تنفر رضا پهلوی از پدرش. پخش مستقیم بوده که خودش تا به امروز. حالا بیاین پایین ببینید چه چیزی واسه خودش، چه نوشابه‌ای برای خودش باز کرده. امید همه میهن پرستان به شما مدیون هستن. آره واقعا امید جون خودت واسه خودت اینا رو می‌نویسی. شاخ گولشی کندی تو. مگه اینکه خودت به خودت این حرفا رو بزنی؟ می‌بینید دوستان این کانالش هم ببینید خودش واسه خودش کامنت گذاشته. اینجاست که میگم اینا هیچی تو چنته ندارن. اینجاست که اینا همش پروپاگانداست. اینجاست که فقط حرفه. میگم چند تا برنامه من ساختم در رابطه با سایبریا هستش. برید نگاه کنید چجوری بازدید میخرن، چجوری فیک میزنن، چجوری لایک میخرن، چجوری حتی کامنت میخرن. این مال اون زمانی بوده که سپاه سایبری پاسداران به یاریش نرسیده بوده هنوز. مال 3 سال 4 سال پیش بوده که انقدر والبراش بالا نده. خودش یه پاس سایبری بوده. خب دوستان من خواستم حماقت این افراد رو بهتون نشون بدم، بی سوادی این افراد رو بهتون نشون بدم که
چقدر اینا پررو تشریف دارن و چقدر احمق تشریف دارن، یعنی گند میزنن، خودشون از خودشون میان تعریف میکنن، خودشون واسه خودشون اکانت باز میکنن، خودشون برای خودشون اونجا باز میکنن، بعد طرف انقدر احمق و ابلهه حتی نکرده زحمت اینو به خودش نده بره یه اکانت جدید باز کنه، بره یه یوتیوب جدید باز کنه. شما از همینجا بخونید این چیزایی که واسه خودش طرف مینوشته، تمام حرفای اینا همین، تمام حرفای امثال آدمای مثل این امید دانا، طرفدارای جمهوری اسلامی، تمام حرکاتشون، رفتار و حرکاتای جمهوری اسلامی، اینا انعکاس جمهوری اسلامی هستن دیگه. در حقیقت وقتی کثافت یادن جمهوری اسلامی میاد بیرون اینا میگن، یا کثافتی که جمهوری اسلامی میتونه بگه نمیتونه بگه میده به اینا میگن. یعنی این دوتا رو میذارید کنار هم دقیقاً پی میبرید که این جمهوری اسلامی و این موضوع صدارتی چقدر شباهت دارن به هم دیگه، و وقتی که شما یکی اینا رو نشونه میگیری انگار داری خود جمهوری اسلامی رو نشونه میدی. این مسلمان تیوی که در حقیقت از ارزم به حضورتون حامیان نظام هست، به هر حال نیروهای ولایی نظام هست، یه فایلی داده بیرون، بد نیستش در ارتباط با این که برام جالبه که امید دانا مثل یه باد معده مونه در حقیقت که هیچ کس گردنش نمیگیره. نه جمهوری اسلامی میگه این مال ماست، براندازم که خب خیلی وقت اپوزیسیون اصلا با این مخالفن، همه هیچ گروهی و هیچ حزبی هم اینو گردن نمیگیره. یعنی این وصله ناجوریه که به تن هیچ کس نمیچسبه در حقیقت. من این فایل رو براتون میذارم، جالبه، بد نیست گوش کنیم. به نام خدا. سلام، به یکی دیگه از برنامه‌های شفاف تیوی خوش اومدید. فایل لو رفته از جلسه آنلاین هواداران رضا پهلوی، صدای ادمین نزدیک به رضا پهلوی. هدف باید مایوس نادان و همراهانش باشند، مذهبی ها را برای زدن این هدف جذب کنید. این برنامه رو با دقت و تا آخر گوش بدید، چون الان بفهمید با چه جرثومه فسادی طرفید. خیلی بهتره تا 5 سالتون و پول اینترنتتون رو پای حرفای چه کسی. ببینید اینا به این میگن جرثومه فساد. یعنی ببین تو چقدر بدبختی که اینا هم تو رو نمیخوان. یعنی اینا در حقیقت علنی نمیکنن که ما داریم ازت حمایت میکنیم، حتی یه قسمتی از اینا که با تو مخالفن. این هم که خیلی از دوستان فکر کنن مثلا الان جمهوری اسلامی یا سران سپاه میان به این پول میدن، نه بابا، یه سری ها هستن در قالب حامی برنامه میان به این برنامه میدن. این آقا میاد چیکار میکنه؟ اینا رو انعکاس میده و مثلا یارو میاد ماهی 50 یورو 50 دلار میریزه به حساب این، ماهی 4 تا برنامه میده، این اجرا میکنه. اینجوری نیستش که مثلا بخواد از سران سپاه مستقیم، اصلا عددی نیستش که، ولی به این صورت ساپورت میشه. شاخه‌هایی هستن که به نظام وست هستن و از جناهایی به این کمک میکنن. با این انقدر احمق چند وقت پیش داشت جنو و میگفت جنو، 4 بار خوند جنو، یعنی نمیدونست روخونی میکرد. برنامه رو واسش فرستاده بودن، مشخص این برنامه رو میفرستن برای این یه تعداد آدم به عنوان مخاطب و این میاد بازگو میکنه. گذاشتین قبلا درباره مایوس نادان خیلی صحبت کردم که انتهای همین ویدیو 3 تا لینک میذارم تا بتونید برنامه ها رو ببینید. اما داستان چیه؟ مایوس نادان با خودشیفتگی و نمایش زندگی، مثلا لاکچری که مدام و به صورت روزانه اون رو به رخ مخاطبانش میگه. آقا زندگی لاکچری هم نداره. آخه چه زندگی لاکچری؟ مثلا پیتزای 5 یورویی میره میخوره، نانم قهوه 2 یورویی مثلا میره تو جزیره قناری مثلا فیگور میاد. این برای شما لاکچری. البته ناگفته نمونند. اینا میخوان مخالفین مذهبی رو که با این زد هستند و میدونید یه سیاستیه که مثلا اونا میگن آقا ما توی محرومیتیم، مثلا این کثافت جرثومه فساد اونجا داره اشغال میکنه، از نظام هم دفاع میکنه، یه جوری مثلا حسشون رو برانگیزن به طرف این مثلا خنجرشون نشونه بدن به سوی امید دانا، که همینم مدیون همین مخاطباست که با تماشای برنامه دوزاریش که در ادامه اثبات میکنن برنامه این بی سواد مثل خودش دوزاریه، ماهانه 400 میلیون صدقه به اینا. ماهانه 400 میلیون چه خبره؟ ما نهایتاً 2000 یورو در ماه یوتیوبش در میاد، نهایتاً، که اکثرا هم فیک و سایبه و فیک داره میدن، من ثابت کردم اینا هم واقعا دوچار توهمن. واسطه یوتیوب به این یوتیوبر شیاد میدن که بارها نشون دادم. البته من با درآمد کسی مشکلی ندارم، صحبت اینجاست که طرف یک شارلاتان تمام عیاره که داره از این راه پول در میاره و کار دیگه ای نداره. اینا یه سریاشون تازه فهمیدن این شارلاتانه، اما منتش رو به بهانه دفاع از ایران، رهبری و سپاه سر مردمی میذاره که زیر بار شدیدترین تحریم ها، بالاترین نرخ تورم در 43 سال گذشته رو تجربه میکنه. ببینید حتی یه سری از افراد توی نظام فهمیدن اوضاع اقتصادی خرابه، صداشون در اومده، بعد این کثافت توی اونور نشسته میگه نه اوضاع ایران خوبه، همه دنیا بده. این شخص با فریب افکار مخاطب در حال قهرمانسازی از خودشه. اما الان بهتون میگم چقدر پوشالیه.
دو هفته پیش دو تا کلیپ کوتاه منتشر کردم و تا این دو هفته کاربران تلگرامش از 74,000 تا اومده زیر 71,000 ممبر. کسی که با دو کلیپ کانالش ریزش میکنه و بیش از 3,000 مخاطب از دست میده، این نمیتونه سرد. البته این تلاش آدمایی مثل ما بود. شما تازه رسیدید، شما همون کسانی بودید که به امید داره پروبال دادید. حالا دیدید آقا سه یه انگلی مثل امید دانا، یه کثافتی مثل امید دانا با این سبک و با این مسئله جنسی که داره، با این بی سوادی که داره، دیگه هست دیگه، کلماتو نمیتونه درست تلفظ کنه، این بخواد بچسبه جمهوری اسلامی، میخواین از سر خودتون باز کنید، حالا میخواین پرتش کنید بیرون، بعد میگید آقا ما اومدیم رسوایی. نه، هم چیزی نیست. اگه آدمایی مثل ما نبودن خیلی الان گول میخوردن و این کار شما نیستش، این کاریه که ما سالها کردیم، شما هم دارید تو همون کاری که ما میکنیم استفاده میکنید. داره رسانه باشه، این سردار توالت عمومی هم نیست، این لقب رو خودش به خودش داده و انقدر تو ویدیو اینو راست میگه دیگه، دیدید که خودش به خود واسه خودش زیر برنامه‌اش نوش سردار رسانه هاش تکرار کرده تا 4 تا مخاطب غافل هم فکر کنن خبریه. جوگیر شده که اپوزیسیون در پی تهدید و ترور من هستن. آخه تو کی هستی؟ خاک تو سر اون اپوزیسیونی که هم مقمش شده تو. هر روز و تو تمام برنامه ها از خودش حرف. دقیقاً کسی که نمیخواد اینا آخه چی از کسی بخواد ترورش کنه، به قول خودش تلول. اپوزیسیون اولا شما اینو کردید تو 23، شما اینو کردید تو اخبار تحویل مردم دادید، کلیپای اینو توی سپاه سایبری میذاشتید، کلیپای اینو تو تسنیم میذاشتید، این برمون بر تبلیغشو میکردید، حالا که دیدید وصله ناجوره میخواین از سر خودتون باز کنید. اپوزیسیون کاری که میکنه چی عزیز من؟ همسال آدمایی مثل من، امیددانا رو نشونه میگیرین، امیددانا رو مفتزه میکنین، انگار داریم جمهوری اسلامی رو مفتزه میکنیم. امیددانا وسیله شده برای ما برای زدن جمهوری اسلامی. چه چیزی از این ساده تر؟ خودتون هم بکشید، این وصله ناجور گردنتون هست. هنوز عده‌ای از همون مذهبی‌ها، خیلی از اون مذهبی‌ها به این دخیل بستن. آقای هخامنه‌ای هخامنه‌ای میکنن به قول خودشون. امپراتوری ایران دارن میگن، پادشاه خامنه‌ای دارن میگن. این گندی بود که خودتون زدید، حالا دیگه نمیتونید جمعش کنید. میزنه غذای لاکچری من، تولد من، جکوزی من، گردشگری من، سفر من، بیزینس من و کلی چیزای دیگه که نشون از اشخاص. الان فهمیدید دیگه، الان فهمیدید آقا این سبک زندگی و این حرفایی که این داره میزنه هیچ سنخیتی با یادم مذهبی نداره. تازه به دوران رسیده است، اما اینا مهم نیست. مدام از سواد رسانه حرف میزنه، اما ویدیوی منتشر کرده که عنوان همین ویدیو آبروی نداشتش رو به باد میده. نوشته فایل لو رفته از جلسه آنلاین هواداران رضا پهلوی. دقت کردی چی شد؟ فایل لو رفته از اینم فهمید، حماقت تو رو اینم فهمیده. جلسه آنلاین پروفسور لو رفته زمانی به کار میره که چیزی مخفی باشه و ایده کاری رو در خفا انجام داده باشن. وقتی دو تا کلمه بعدش از آنلاین استفاده میکنی، آنلاین یعنی در معرض دید همه، پس این با اون در تعارضه. بعدم کدوم ادمینش رضا پهلوی آقا یه گروهی یکی یه حرفی میزنه، مگه هر کسی که بیاد درباره مثلا بگه من طرفدار نظام پادشاهی هستم یا مثلا رضا پهلوی رو دوست دارم بیاد هر حرفی بزنه، مثلا از دهن طرفدارای رضا پهلوی، آدمای نزدیک به رضا پهلوی میاد بیرون. شما هم دچار توهمید. ارزم از کجا معلوم این وایس فیلم برداری که از رقص خودت و زنت به بهانه انتشار کلیپ تولد فیلم میگرفت نباشه؟ اینا اینجاشون میسوزه، اینا اینجاشون میسوزه که اینا میان به اینا حمله میکنن، میگن آقا اینی که شما طرفداری که دارید از امید دانا میکنی، خب بالاخره آدمای تونرو هم تو اینا هستن دیگه، حمایتی که دارید میکنید، این سبک زندگیش اینه، این یه آدم بیمار جنسیه، یه آدم مریضه، یه آدمه که اصلا شونات اسلامی به قول اینا رعایت نمیکنه و هر کثافتی هم از دهنش میاد. آقا شما اینا به خامنه ای میگه شاه، خب یه سری اینا خودشون رو جر میدن به خامنه ای بگی شاه، میگه خامنه ای شاه، نه شاه خامنه ای ولایت فقیه. ساعت برنامه ساختی که بگی طرفدارای رضا پهلوی میخوان مذهبی ها رو جذب کنن که تو رو بزنن. تو رو خدا زده، نیازی نیست کسی بزند. همین که اینقدر سوتی های فاحش میدی نشون میده چیزی در چنته نداری. تحلیلگر که نیستی، چون تو انتخابات میگفتی رئیسی نمیاد، من گفتم میاد و اومد، گفتی سعید محمد. حالا اینا رو که ما هم گفتیم، همه اینا رو ما هم گفتیم. محمد رد صلاحیت نمیشه، من گفتم میشه و شد. گفتی به رئیسی رأی نمیدی، من گفتم ملت چه طرفداران جلیلی چه سعید محمد، همه به رئیسی رأی میدن و رئیسی رئیس جمهور میشه و شد. حتی اولین کسی بودم که تو توییتر آمار لحظه به لحظه شمارش آرا رو منتشر کردم. کسی از اپوزیسیون نمیتونه منو امثال من رو تحریک کنه بر علیه کسی. هر روز از گاوهای تو برام کلیپ میفرستن ولی اصلا اهمیتی برام نداره، چون یک انسان متدین برای خدا کار میکنه. ببین اینا تدین براشون مهمه عزیز جان، و هر جا تشخیص بده وظیفه‌ای داره اون تدین، یک ذهن خودشونه.
انجامش میده. مثلا آخرین نمونه کلیپی که برام فرستادن اینه. تو هنوز نمیتونی یک کلمه خیلی ساده رو درست ادا کنی. بعد خب این بی سوادیشه. خب همین عزیزی که داری صحبت میکنی، همین اگه ماها نبودیم که شما اصلا الان تو خواب زمستونی بودید. سیاست ما همینه. سیاست ما چیزی که الان اینجا من بیانش نمیکنم. آره. این سوئدی و اسپانیولی ما هم بلدیم چیکار کنیم. بلد نیستم چون زبان پارسی هویت منه. تو همینش هم که زایدی کلمات عربی پرکاربرد در فارسی رو هم بلد نیستی درست ادا کنی. میدونی چرا؟ چون محقق و پژوهشگر و اهل تفکر نیستی، چون اهل مطالعه و مداقه نیستی. تازه فهمیدی نیست. میری از توییتر و 4 تا سایت ایرانی مطالب یه هفته 10 روز قبل رو برمی‌داری، میای جد... از همون کاوش مدیای که مال خودتونه. به دوربین تکرار می‌کنی. یادم یک ماه پیش گفتم برید تاریخ 2300 سال پیش رو بخونید. تو حتی از منم تقلید میکنی و دو سه هفته است داری همین رو میگی. آخه شلمغز، اگه مردم ایران تاریخ بخونن که خامتو نمیشن. تویی که تو کانالت از پهلوی هم تعریف و تمجید کردی و فیلمش رو پاک نکردی. به امام حسین و پیامبر توهین کردی و فیلمش رو پاک نکردی. چون اینا واسهشون مهمه ها. اینا یادشون نمیره عزیز من. تو امام حسینشون توهین کردی، به علیشون توهین کردی، با هم محمدشون هم جنس باز کردی. اینا یادشون نمیره. اینا حواسشون هست. ببین تو چقدر بدبختی، تو میای اپوزیسیون رو مسخره میکنی بر اندازه بدبخت. شما نمیدونم تا آخر عمرتون باید توی نمیدونم خارج بمونید، نمیدونم جمهوری اسلامی هستش، نمیدونم نمیتونید برگردید. بدبخت، ببین تو چقدر بدبختی که الان که جمهوری اسلامی هست نمیتونی برگردی. براندازی هم بشه، جمهوری اسلامی هم بره، نمیتونی برگردی. از تو بدبخت‌تر نیست. پول برات مهمه. یه اصطلاحی هست برای انسان‌های ناتو به کار میبرن و میگن طرف پستون مادرش گاز گرفته. دقیقاً مصداقش تویی. تو بخواد دقیقاً همینه. در پول هر کاری میکنی، حتی شده به مادر خودت هم خیانت میکنی. برای همینه که هم از توبره میخوری هم از آخر. دقیقاً همینه. اونا کلیپایی هم که پاک نکرده عزیز جان از من به تو نصیحت را در رو گذاشته. یه زمانی اگر اوضاع برگشت بگه آقا من گول خوردم، من این کلیپا رو هم داشتم، من یه همچین آدمیم. عجبم از یه ده افرادی که تو رو به بهانه دفاع از ایران دنبال میکنن. تویی که میگفتی درآمد از یوتیوب ندارم، وقتی رسوات کردم و گفتم ملت دروغ میگه و ماهی 400 میلیون از یوتیوب به جیب میزنه. آقا چه خبره 400 میلیون؟ یارو 100 هزار مشترک داره، گیمره، 400 میلیون درآمد نداره. شما هم تو خواب خیالی داره. البته میخواد اون مذهبیایی که هم اندیشه خودش هستن و یه جورایی مثل اون به قول دوستمون انقلابی که خمینی کرد، انقلاب پاورن، اینو میخواد مثلا بر علیه این بشورانه. این اینجوری میگه هرس اونا در بیاد که آقا ما توی شرایط اقتصادی هستیم، یه بی سواد مثل این مثلا اینجوری درآمد داره. اینا هم زرنگن. مجبور شدی عقب نشینی کنی و اعتراف کنی. وقتی درباره پاک نکردن فیلم های توهین به اهل بیت کلیپ ساختم، گفتی چون اپوزیسیون فردا میام فیلمامو پخش میکنن و میگن این ریا میکرد. پاسخ دادم که میتونی از پنل یوتیوب خصوصیشون کنی، اما بازم جواب ندادی. چون جوابی نداری. نمیکنه. ببینید چرا نمیکنه؟ به خاطر اینکه فرد این آفتاب پرست جنبش سبزی بود، طرفدار رضا پهلوی شد، طرف شاهزاده رضا پهلوی گذاشت کنار، گفت باباش خوبه، رضا شاه خوبه، بعد یواش یواش محمد رضا شاه هم گذاشت کنار، گفت رضا شاه خوبه، رضا شاه هم گذاشت کنار، گفت سپاه خوبه، بعد یه دفعه گفت نه هم سپاه خوبه هم خامنه ای، رسید به سعید محمد رئیسی. این آفتاب پرسته، معلومه نمیکنه. اینو را در رو گذاشته که فردای روزی یه وقت براندازی شد بگه آقا من گول خوردم، منو زور کردن، منو تهدید کردن، من همچین کلیپایی هم دارم. تو از پانتورکا و پانکورتا خطرناکتری. چون دشمنی اونها برای مردم روشنه، اما توی دوزاری در لباس دوست نقش گل. دقیقاً توهین به اقوام، توهین به کردها، توهین به بلوچا، توهین به عربها، توهین به ترکا، همه اینا رو تو کارنامش داره. رو بازی می‌کنی و مطمئنم یک روز زهر خودت رو می‌ریزی. اما کور خوندی. این زهر نمی‌ریزه. این ذاتش اینه. این آدم زهر ریختن نیستش. اینقدر رسوات میکنم تا مردم بفهمن تو سرباز اسرائیل هستی برای انشغال. سرباز اسرائیل، اسرائیل چقدر بد. آقا اینه که میگم اینه هیچ کس گردن نمیگیره. این اینقدر بی سواده. جمهوری اسلامی میخواد بگه واسه ما نیست، واسه اسرائیل. سرباز اسرائیل، این موهبت الهی میگه محبت الهی. پتکو میگه پتک. مشعشعو میگه مشه مشه. این سرباز اسرائیل. آدم غلط بوده. آقا یه چیزی بگید بگنجه. شما هم عقل ندارید بدبختی. شما هم از این بدتر. جامعه ایران و
برای همین تو تمام کلیپات مذهبی و غیر مذهبی رو تفکیک میکنی و به بهانه دفاع از ایران به مذهبی ها حمله میکنی. صحبت های رهبری درباره دانش جدیدن که شیعه شده که چرا از سر خودتون میخواین باز کنید؟ جدیدن آیت الکرسی هم تو برنامه‌اش دیگه قرار بخونه. رسیدن به قله های علوم رو 2 ساعت دربارش صحبت کردی، اما چرا درباره آخرین سخنرانی ایشون در جمع اعضای کنگره شهدای ایلام حرفی نزدی؟ چون میدونی اون سخنرانی امثال تو رو رسوا میکنه و دست این اونجایی که به نفع امپلاتولی ایرانه به قول خودش حوزه تمدنی شاهنشاه هخامنه‌ای رو میاد میگه دیگه، نمیاد درباره جایی به یکی خودش رو بزنه که اون رو میشه. یکی از پروتکل‌های یهود دعوای مذهبی و یکی دیگه‌اش اختلاف قومی نژادی که تو هر روز اینا رو که شما واردید دقیقاً زیرپوستی دارین دوتا رو انجام میدی، درست مثل یهودی های زمان پیامبری که بدترین توهین‌ها رو به پیامبر میکردن. ظهر اینا اینجوری پدرتو در میارند استاد دانا سردار رسانه، اینجوری پدرتو در میارند اینا، یادشون نرفته چه توهینایی که نکردی عزیز دل. آره تو به امیر حسین ثابتی مجری درجه که صدای سیما مجری برنامه جوانا رو گفتی بهاییه، فکر کردی یارو یادش میره؟ سر سعید محمد چقدر تو به رئیسی فوش دادی، اونم رئیسی عقده‌ای، بعد الان شدی طرفدار رئیسی، الان آیت الله رئیسی نم مرد مدیر و مدبر شد، فکر کردی اینا یادشون میره؟ رئیسی عقده‌ای یادش میره تو چیکار بهش نگفتی؟ ما میوردن و عصر دوباره از اسلام برمیگشتن. تو هم سر به زنگاه بر ضد جمهوری اسلامی کار خواهی کرد. مهمترین دلیل حمله به مذهبی ها هم اینه که میدونی با هیچ تا نون آبش هست به جمهوری اسلامی حمله نمیکنه. چرا؟ براندازی بشه میگه من اشتباه کردم، من گول خوردم با اون لحجه با اون طرز حرف زدنش، عقد و اخوت ندارن و حرفشون رو رک و راست میزنن، برای همین چون کاسبیت کساد میشه مدام بهشون حمله میکنی، غافل از اینکه نصف بیشتر اعضای کانال ما مردم عادی کوچه و بازار هستن که برای صداقت و شفافیت اینشو درست میگه. ببین اینا هم فهمیدن اوضاع اقتصادی خرابه، این میاد از قرض سیاه نمایی میکنه درد مردم ایران نمیگه، اینجاشو گوش کنید. ما دنبال کننده برنامه‌مون هستن، امثال تو دشمن ترین دشمن مردم ایران هستیم و قصد دارین ایران رو از داخل تجزیه کنین. اپوزیسیون ایران رو سیاه نشون میده و تو خارج از ایران رو، اما حقیقت جامعه ایران رو باید مثل بیماری دید که برای مداوا و درمان باید اینجاشه که داری میگی اپوزیسیون ایران رو سیاه نشون میده. خب ایران سیاه هست، خودت الان یه ریز جلوتر اقرار میکنی، خودت داری اقرار میکنی، من یه ریز میذارم عقب چون خودت حرف خودت رو نفی میکنی، میگی اپوزیسیون ایران رو سیاه نشون میده ولی تو غرب رو سیاه نشون میدی، بعد خودت جلوتر میگی اوضاع ایران داغون، مردم دارن نمیدونم از فقر و بیچارگی نمیدونم درمانده شدن و ال شدن و بل شدن. خب پس ایران سیاهی که اپوزیسیون داره میگه ایران سیاه، دیگه خودت داری اقرار میکنی اپوزیسیون ایران سیاه نشون نمیده، اپوزیسیون واقعیت ایران رو داره میگه، مثل خودت که الان داری میگی ایران رو از داخل تجزیه کنین. اپوزیسیون ایران رو سیاه نشون میده و تو خارج از ایران رو، اما حقیقت جامعه ایران رو باید مثل بیماری دید که برای مداوا و درمان باید نزد پزشک برد. اپوزیسیون میخوان بیمار رو دفع کنن و امثال تو میگین جمهوری اسلامی در داخل هم مشکلی داشته باشه، باید برای جذب مخاطب بگیم اروپا و آمریکا و کانادا زندگی سختی در جریانه، اصلا خارج از ایران جهنم. آیا این دلیل میشه مشکلات داخل رو نبینیم؟ و ما هم که خیلی وقت داریم همین حرفو میزنیم، ما هم که خیلی وقتی میگو اصلا دنیا بد، آمریکا بد، آقا آمریکا اومده رفته افغانستان اینجا اونجا دخالت نظامی کرده بد، ما چرا باید بکنیم؟ آمریکا اصلا جهنمه، مردمش فقیرن، همه کف خیابونن، ما که شما که یعنی در حقیقت شعار نمیدونم انقلاب مستضعفین رو داشتید، شعار ریشه کر کردن فقر رو داشتید، شما چرا باید اینجوری بشید؟ خب اینو که ما خیلی وقت داریم میگیم. خب این حرف اپوزیسیون کجاش بده که میگی سیاه نمایی میکنه؟ ما هم میخواییم مثل یه مادر درد بچه‌مون رو دوا کنیم، ما هم همینه قضیه‌مون، دفاع 100% کنیم برای حفظ مخاطب و کسب درآمد از یوتیوب. دلسوز واقعی ایران مثل مادری میمونه که با تب بچهش میمیره، فوری میبره دکتر و معالجش میکنه. تو درد ایران و ایرانی رو نداری، برای همین از مشکلات داخل نمیگی، چون میخوای پول در بیاری و این اوج بیشرف اصلا مهم نیست باسش این بابا. شما یکم شرف داشته باشید، یکم اگه واقعا توی شما نیروهایی باشه که یکم دلسوز باشید، بعد همچین کثافتایی رو محوشون کنید، این کار خودتونه، خودتون همچین انگلایی رو به وجود آوردید، حالا کار خودتونه دیگه، یا یعنی نمیتونید از سرتون خودتون باز کنید که خیلی ناراحتی محوش کنید دیگه. شما که قدرتشو دارید، قدرت همه کاره دارید، شما که میای ادعا میکنی من این کارو کردم من اون کارو کردم، یه کاری کن دیگه خودشو نشون نده ببینید میتونید این کارو بکنید، اون موقع ما هم بهتون ایمان میاریم. شما تا زمانی که به اینا نیاز دارید که این اراجیفو بیان تحویل بدن، فقط میخواین بگین نه این از ما نیست، این کثافت از ما نیست، این بیمار فلان از ما نیست. اگه راست میگید خب اینا رو چیز کنید، کلهشون رو زیر آب کنید، ما
ما هم خوشحال میشیم، استقبال میکنیم. با سناریو سازی و توهم توطئه ترور عزیز نمیشی. مردم بعد از شنیدن این حرفا میرن تو خلوت خودشون فکر میکنن چرا کسی که بارها تو برنامه‌اش میگه من هرگز ایران بر نمیگردم چنین شخصی از ایران دفاع میکنه. حتما میخواد واسه چی ایران برگرده؟ اصلا بتونم برگرده؟ نمیتونه که. آقا این نشسته اونجا 2000 از یوتیوب گیرش میاد، 4 نفر از داخل ایران از حزبای مختلف شاخهای مختلف واسش پول میفرستن برنامه میذاره. همین امثال هستن، اینا هستن که اتفاقا شما رو نگرداشتن. من تو میگم مثل باد معده میمونه که هیچکس گردن نمیگیره. بگی چون گذشته بعدی داشتم و بیام اعدام میشم از این حرفا. اینم شیادی تو رو میرسونه. قانون جمهوری اسلامی برگرفته از شرعه. در شرع ما اگه کسی مثل تو قبل از دستگیری توبه کنه، فقه ما اجازه بخشش داده. مگه ایران رو دوست نداری؟ به یکی از مراجع تقلید نامه بنویس و توبه نامه ارائه بده. اما نامه بگیر بیا ایران. نمیایی چون 400 میلیون یوتیوب بهت مزه کرد. اگه بیای اینجا باید تو کارگاه تولیدی زنانه دوزی پادویی کنی و ما این 4-5 میلیون حقوق بگیری. یعنی تازه بشی مثل جوان ایران. پادویی هم بلد نیست. 4-5 این پادویی کنه نبا به این پادویی هم بلد نیست. این بعد بره پلاستیک آشغال پاشغال از سرش خلاصم کنه. که زیر بار تورم کمرش خم شده و نمیتونه ازدواج کنه. اما تو اونجا با پولی که از تماشای ویدیوها توسط همین جوونا داری به دست میاری بهشون فخر میفروشی و مدام از تردمیل و جکوزی و شام و نهار خوردن تو سواحل جزایر قناری براشون فیلم پست میکنی. تو در حال تبلیغ و دفاع از ایران نیستی، تو در حال تبلیغ خودتی. این سناریو سازی هم از شیادی تو کم نمیکنه. بهانه‌ت این بود که تصویر منو نمیبینی جواب نمیدی، اما ویدیوهای آخرام چنان فشاری بهت آورد که اسم مسلمان تیوی رو هم آوردی. حالا ببین من روانشناسی بلدم یا تو. راستی چرا از دکتر حسینی فرار کردی؟ اون که چهرهشو نشون میده و 24 ساعته در حال تولید محتواست. تأثیری موهوم بودن کوروش رو ثابت کن و آینه زرتشتی رو بشینو بذار کنار رسواشی. واسه چی آب ما با شما توی جوب نمیره؟ موهوم بودن کوروش. اونم بلده چی کار کنه. اونم میاد کوروش رو وصف میکنه که کوروش نمیدونم جنگ طلب بود فلان بود، من برنامه‌شو گذاشتم به صورت طنز. شما یه همچین آدمایی هستید که آب ما با شما توی جوب نخواهد رفت هیچ وقت. کاری میکنم درآمد یوتیوبت هم کم شه و فشار بیشتری رو تحمل. ما هم منتظریم ببینیم چیکار میکنی استاد. میکنی و گاف‌های عجیب‌تری تو حوزه رسانه بدی و دستت برای مخاطبین غافلت روشه. دوستان ممنون که تا اینجا همراه من بودین. خب دوستان دیدید اینم از داستان خنده‌دار آقایی که آقای سردار رسانه که واسه خودش کامنت میذاشت از خودش تعریف میکرد و اینم از داستان مذهبیای داخل ایران که در حقیقت اینو گردن نمیگیرند و فهمیدن این چه کثافتی. من ازتون یه بار دیگه میخوام صفحات ما رو خواهشان دنبال کنید، برنامه جدی ما رو نگاه کنید، برنامه جدی ما رو به اشتراک بگذارید، صفحه میهن تیوی رو دنبال کنید، صفحاتش رو، تلگرامش رو، یوتیوبش رو، کاری نداره، به دوستانتون معرفی کنید. این تنها خدمت و تنها کاریه که شما میتونید به ما بکنید. یعنی این یه کار کوچیک شما، اگه شما هر کدومتون بتونید به 10 نفر از دوستانتون برنامه ها رو معرفی کنید، کانال رو معرفی کنید، این بزرگترین خدمت. من تا برنامه دیگه شما عزیزان رو ببخشید به خدای بزرگ میسپارم. فقط همین، ما رو حمایت کنید. خدا نگهدارتون.